مردم عزیز، سلام و درود بر شما. ما که گزارش ها و مقالات نشریات غربی را مرتب می بینیم روزانه، اما قهرمان سازی های دوره مجاهدین افغان یادم می که آل اونمو ادبیات در مورد جنگ اوکراین با روسیه به کار می برند. اونمو تو قهرمان سازی حال وال استریت جورنال، یکی از روزنامه های معروف امریکا، گزارش داد که شما خبر باشین که بر مسکو یک حمله دست جمعی میشه. حالا دیگه گپ هم یک دو سه پهپاد که این طرف میزنه این طرف میرن، حالا میگن که یک حمله منسجم و گروهی صورت میگیره. ما که سعی کردم اخبار اطلاعات جزئیاتش خواندم، میفهمین چی یادم اومد؟ و این فکر شدم که غربی ها همی شهر مسکو خیال شهر کابل کردن. چطور ما به این فکر رفتیدیم؟ بسیار ساده. اینا ولادیمیر زلنسکی را به جای جنرال زیالحق میارن. اوکراین با افغانستان به اشتباه میگیرن. مسکو هم سرنوشت کابل مظلوم قیاس میکنن. این قرینه سازی ها را که ما دیدیم تکرار تاریخ هم عجیب و غریب چیزی بوده. آزوفای اوکراین هم تراز مجاهدین قهرمان افغان توصیف می یعنی در نوم ردیف میرن. ارتش روسیه را ارتش شوروی تو تصویر میتن، اما در دو نکته پایشان می لغزه، اشتباه میکنن. در همه چیز اشتباه میکنن، در دو نکته عمده. آزوف ها یا بهتر بگویم مجاهدین آزوف در برابر یک امپراتوری کفار مثل دوره شوروی نمی جنگد. یک، ای جنگ اسلامی نیست. ای دو، اینا با ارتش های عجیب و غریب مانند واگنر و قطعات احمد موسوم به احمد چچنا با اینا طرف هستند. علاوه بر ارتش، یک زمان ما شما یاد ما است که دولت حزب دموکراتیک خلق، یعنی در واقع یک پشتوانه قوی جنگی و یک ظرفیت عملیاتی عجیب و غریب داشت. یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم تاریخ این شخصا شاهد است دوران، یعنی در همتراز ارتش واگنر در اختیار دولت بود، اما از داشتن قدرت عقبی نظامی اکمالات یکدم پشتش خالی شد، بی بهره شد. در اون زمان هم ارتش های داوطلب بین المللی علی افغانستان می جنگیدن از استقامت پاکستان، که تا امروز این بر ما شما خودشان میگن که 21 گروه اونا هنوز در سرحدات شمالی افغانستان مستقر هستند. مطابق گزارش خودشان اونمو هستند. جای خود یک نسل به نسل دیگه داد، نسل دومی هم به نسل سیومی. خب در اوکراین امروز هم ده ها هزار جنگجوی کرایی از سراسر جهان علیه ارتش روسیه آمدن جنگیدن پس رفتن. کسی که زنده رفت خور رفت، کسی که نرفت تابوتش رفت. این جنگ به این شکل است. اما واگنر، ما شما میبینیم که واگنر روسیه با سرنوشت فیلمسل فرقه 53 جوزجان مواجه نیست. فرقه 53 جوزجان یکی از قطعات یا به اصطلاح ارتش ضربتی بیبدیل در تاریخ افغانستان بود که ناگهان عقبه اکمالاتی قطع شد. حالا در فعلا واگنر اینه چی بگویم؟ دولت و ناسیونالیزم روسی همراه با قدرت‌های آسیایی ثروتمند در صحنه جنگ جهانی ایستاده هستند. اما اینا رو می‌بینیم تبلیغاتشان میگه خب ولی اینا در مسکو حمله میشه، دست جمعی حمله میشه. یک روزنامه معروف چطوری رقم تیتر میزنه؟ ایتو تیتر جرقه‌ای و ای به حساب اعتبار خود پایان به اصطلاح تاوان میده. ایتور کار رسانه بسیار یک چیز حساس و بسیار پرمسئولیت است و
اشتباه وقتی که اعتبار به اصطلاح زد جبرانش خیلی مشکل است. خب وال استریت جورنال منظورم است. این روزنامه معروف آمریکایی نوشت که کیف در حال تدارک یک حمله گسترده پهپادی به شهر مسکو است. خب نویسندگان این گزارش گفتند که یعنی آخرین حملاتی که به مسکو صورت گرفت موفقانه بود. یعنی نیروهای مسلح اوکراین نقاط ضعف پدافند هوایی پایتخت روسیه را بررسی کردند و بعد از بررسی هایی که صورت گرفت حال حملات طور سامان میدن تا در آینده ده ها پهپاد به اونجا به شکل گروپی بفرستن و بزنن و هر جایی که بخوان. این تصویر است، تصویر خیالی که وال استریت جورنال میده. اما ادبیات دوره مثلا سلحشوری های مجاهدین افغان بر علیه ارتش شوروی سه تا استنگر می آمد و راکت عالم این می طرف است. او و پهپاد نبود دیگه. وال استریت جورنال اطمینان دارد که شهر از چند طرف به طور همزمان مورد حمله قرار خواهد گرفت. بیخی دیگه حالا دیگه ولی نیست، خالی هم نیست. گفته ما شما چی وقت است؟ 24 آگست روز استقلال اوکراین، یک روز مفروض است دیگه، معلوم نیست چی وقت. تاریخ قرمز برای خرابکاری احتمالی در نظر گرفته شده، یعنی به افتخار روز استقلال دیگه ما یک حمله دست جمعی. خب یک ربع خاک اوکراین گرفته، شما در خطوط اول کاری ندارین، فقط خواب مسکو میبینین. ببینین ای از نظر امو کارهای رسانه‌ای یک نوع واضحا یک نوع تبلیغات سفارشی است. خب البته و حتی کاریکاتورهای تهدیدآمیز در شبکه های اجتماعی منتشر شده که برای ما از این طریق انیمیشن درست میکنن و یک شکل که میاین حمله میکنن بالای کرملین و از این قبیل مسائل. وال استریت جورنال میگه آمادگی کامل برای حمله پیشگیرانه وجود داره که از این قبیل گپا. خب کرملین چه واکنش نشان خود داد؟ واکنش کرملین تا حالا کلی دیده او برای شما نمیگن. بین ما از روی گزارش ها برای شما میگیم که هیچ زیرساختی در اوکراین باقی نمانده. واکنش کرملین به این ترتیب است. خب یک قرینه سازی کردیم با حوادث وطن خود ما. یک زمان جنرال ضیاءالحق خطاب به جنرال اختر عبدالرحمن در ماه دسامبر 1979 گفته بود، جنرال آیسای گفته بود که ما کاری بکنیم که در افغانستان باید آیستا آیستا امی آب به جوش بیاره، یعنی دیگه افغانستان آیستا آیستا که آبش آیستا آیستا جوش کنه. و دیدیم که جوش کرد، غلیان کرد و کابل متلاشی کرد، سوختان. اینی خواب ها را آله به مسکو میبینن. من منظور می قرینه سازی منظور من ای بود. خب در اون زمان ما شما کسایی که همسن سال ماست و یک شکل میدونیم که القاب اسطوره‌ای رنگارنگ با کسانی که با گروه هایی که بر دفاع از پاکستان علیه کشور خودشان می جنگیدن در رسانه های غربی ردیف می شود. تمام چیزا در آرشیف است و حداقل آرشیف دوری جهاد پیش ما است. باز بسیار دیگه لطف میکردن وقتی که زیاد میلشان برای زینا میامد که خب مفت میجنگن و موثر میجنگن. باز میگفتن افغان ها که هست جنگجویان غریزی هستند. جنگجوی غریزی یعنی که عقلا نمگه نباشه همی تو ذاتش جنگ است. چرا باید تو رو باشه؟ ای به اصطلاح در کلاپر زدن های استعماریست. یا مثلا می گفتن که ایخو البته در کتاب دام خرس آمده یک پا که من نقل می کنم یک ضرب المثل قدیم ایندوها را آوردن که خدایا ما را از زهر مار کبرا دندان ببر و انتقام گیری افغان نجات بده، یعنی به تو پناه می بره. یعنی اینا را بسار
تشجیع میکردن، تشویق میکردن که یعنی شما یعنی تو مردم هستین، یعنی جویان غریزی هستین، بسیار با غیرت هستین و بیخی سرباز اسلام شما هستین. چی نمیگفتن؟ اینم یک گپ بود نه. خب برحال از این میگذاریم از شورا. حالی ای جنگ اوکراین میخواین که مثلا اگر افغانستان ویتنام شوروی بود، اوکراین افغانستان روسیه باشه، ایتر ای رقم تبلیغات خود ساز میکنن. قتل با هزار زخم به شیوه پارتیزانی در برابر ارتشهای پیشرفته منظم و متعارف. خب از قدیم ای در افغانستان کارگر افتاد، جنگ نیمه بود، به شوروی صدق میکرد، به موقعیت حزب دموکراتیک خلق صدق میکرد، تا زمانی که دولت دموکراتیک خلق اکمالات میشد، منظم بود ترتیباتش. ای گروه هایی که از پاکستان می آمدن هرگز یک گام موفقیت نداشتند. اینان اونو او صفات را که اینا می خواهند دوباره بازیافت بکنن بر روسیه امروز صدق نمی کنن. ایتور است. خب یک گپ معروف داره که هم در دام خرس آمده که فیلسوف چینی کنفوسیوس 500 سال پیش از میلاد، یعنی 2500 سال پیش، گفته که فرستادن سربازان آموزش ندیده به میدان جنگ بردن اونا و کشتارگاه است. خب همین. خب البته فیلسوف چینی پدر کنفوسیوس یک افسر بازنشسته بود، بسیار جنگ ها شرکت کرده. البته این بریده از گفتار، شاید مثلا اما مفاهیم است که از گفتارهای پدرش گرفته بود. به هر حال امروز در جنگ اوکراین سرباز هزاران نفر سربازهای آموزش دیده و ندیده را میبرند و میدان علا زده حمله است، علا زده حمله است، میره 400 نفر پس میره 200 نفر، یا میره 100 نفر پس میره 10 نفر. به این شکل او نسخه ای که بر افغانستان پیچیده بودند در شرایط امروز در بر وضعیت اوکراین و روسیه مصداق ندارد. امیر که من خبرها را که دنبال میکردم یک بار یک خبر معنادار دیگه آمده در باری واگنر. اینا خو واگنر بیخی منفک کردن، غیر قانونی، بیخی گفتن که از ما نیست. حال دولت روسیه یک قانون را نافذ کرد که واگنر در زمره گروه های بر رسمیت شناخته شده که از اونها به عنوان کونه سربازان عملیات رزمی نام برده شده. یکی بخش از قانون در سند قانون رسمی روسیه تسجیل یافت. در اول آگست رئیس دولت روسیه که به شکل سطر ازم میخایل میشوستین حکم امضا کرد که قوانین صدور گواهینامه سربازی را برای مثلا مدافعان دونباس قانونی میسازد. بله اولین مدافعان دونباس خوب واگنر بود. به این ترتیب ما میبینیم که اوضاع در اوکراین مطابق او برنامه‌ای که قبلا به شوروی درست کرده بودن هرگز سازگار نیست. چرا؟ به دلیل از که امروز به هر اندازه که تکنولوژی پیچیده را علیه روسیه و کار میگیرن، روسا اما تکنولوژی پیچیده تر از او را سرشان استعمال میکنن. دیگه او روزا تیر شد که در دست یک آزوف یک استنگر بده که برای هیچ کس از آسمان تیر شده نتونه تیارای مسافر بری رام بزنه و خلاص به بنبست بکشانه مثل دوره شوروی. ای گپا کارگر نیست. و این خبر وال استریت جورنال که من خواندم، وال استریت جورنال صرفا روی به اصطلاح اثرات افقی یک خبر همیتو شارتکی محاسبه میکنه، دیگه که خبرش چندان عمق نداشت. این مواردی بود که من فرار چون یک به طور مقایسوی با دوره خود وطن ما و شما یک مفاهیم مطرح بود که خدمت شما من شرح دادم. تا یافتای بعد.